یکی از تاهایی دیگه که وجود داره اینه که ما بیاییم با ایمیج های فانکشنال امارای، استراکچرال امارای، از این ایمیج ها استفاده کنیم برای که در واقع محل الکترونیک رو پیدا کنیم. مثلا این وجود داره اینه که معمول اینه که یه تصویر امارای میگیرن و بعد میان اون تصویر رو در واقع با TMS ها با TMS هایی که به هر حال نویگیشن داره، سیستم نویگیشن داره، مکانیابی میکنن و یک نوزگر رو پیدا میکنن. غالبا تصویر رو میشه توی سیستم نویگیشن و شما میتونید با دوربین هایی وجود داره پیدا کنید اون نوزگری که میخوان تحقیق بکنید رو با گاید تصویر فانکشنال استراکچر امارای. در مورد فانکشنال امارای هم در واقع شما میتونید مثلا یک منطقه مثل بروکا یا در واقع برنیکر رو با تسک های خاص فانکشنال توی فانکشنال امارای جایابی بکنید، بعد اون رو به اوورلی بکنید و ناحیه مورد نظرتون رو پیدا بکنید و الکترودهاتون رو همونجا بذارید برای تحقیق. قاعدتا این روش ها روش های دقیق تری هست و ولی به هر حال هزینه بالایی داره و یه مقدار هم خیلی ساده نیستش که چند تا دیوایس رو در واقع شما تبدیل بکنید به هم دیگه اینفورمیشنش رو و بتونید ازش استفاده بکنید. روش دیگه هم وجود داره که در واقع بدون نویگیشن با استفاده از ایمیجینگ این کار رو انجام میدید که اینه بیشتر کاری در واقع محاسباتی ریاضی داره و بعضی موقع ها در واقع کار مدلی می داره، اما کاری توی لیترچر وجود داره کاری شروع شده که بدون نویگیشن با فانکشنال امارای و با استراکچرال امارای بتونن مکانیابی بکنن الکترودها. اما در واقع تنکرونی سیستم که در بخش عمده صحبت ما رو امروز به خودش مشغول میکنه چی هست؟ قاعدتا یه مقدار من هیچ فیدبکی از بک‌گراند افرادی که اونجا هستن ندارم و من تلاش میکنم جوری بگم که همه افراد متوجه بشن. شاید برای بعضی بورینگ باشه، شاید برای بعضی هم در واقع تازگی داشته باشه، بنابراین من تلاشم میکنم که تا جایی که میتونم توضیح بدم که